افسوسیان یک کتاب خیلی خیلی روحانی، خیلی خیلی پربار، هم از نظر الهیاتی هم از نظر کاربردیه که ما دیدیم که فصل 1-3 الهیات مسیح رو پولس به ما گفت و به نوعی فهرستوار، و فصل 3-6 که فصل 6 آخرش هستش اون الهیات رو به صورت کاربردی به ما تعلیم داد که حالا این موقعیت، این الهیاتی که شما کسب کردین رو باید استفاده کنین ازش، که ما راجبش تا یه هفته پیش صحبت کردیم و امروز رسیدیم به فصل 6 آیه 17 قسمت دومش، یکی دیگه از این اسلحه هایی که ما داریم. هفته پیش با هم نگاه کردیم که ما باید بعد از سپر ایمان کلاه خود نجات رو بر سرمون بذاریم، که این کلاه خود نجات اون اطمینان از نجاتی بود که خدا در فیض خودش به ما داده، که این اطمینان از نجات در برابر شک و تردید و حملات شریر و دنیا که همش میخواد ما رو از این نجات و از این اطمینان و از این تأثیری که این اطمینان نجات میتونه در زندگی ما بذاره دور کنه، ولی ما باید هر روز بدونیم که چه اتفاق از این برای ما افتاده، با این به نوعی کلاه خود همیشه روی سر ما باشه تا ذهن و فکر و حس ما هیچ درش شک و تردیدی وارد نشه و بتونیم هر روز در زندگی روحانیمون و در جنگ روحانی بدونیم که خدا با ماست، نجات خدا ما داده شده و از دست دادنی نیستش. این اطمینان نجاتی بود که صحبت کردیم هفته پیش. امروز میخوایم راجع به آخرین اسلحه‌ای که پولس در این قسمت بهش اشاره میکنه صحبت کنیم، که اون در آیه 17 فصل آیه 17 فصل 6 قسمت دومش هستش که میگه و شمشیر روح را که کلام خداست به دست بگیرید. شمشیر روح را که کلام خداست به دست بگیرید. این تنها اسلحه‌ای هستش که به نوعی پولس اینجا بهش اشاره میکنه که ما باید به دست بگیریم و باهاش بجنگیم. بقیه اگه دقت کنی لباسی بود که میپوشیدیم، یا زره بود یا سپری بود که باید پشتش قایم میشدیم، ولی این اسلحه به نوعی شمشیری هستش که ما هم میتونیم باهاش حالت دفاعی داشته باشیم، هم میتونیم باهاش حالت تهاجمی داشته باشیم که راجبش حالا صحبت میکنیم. هفته آینده هم خواهیم دید که در آیه 18 اشاره به دعا میشه، که دعا هم به نوعی یک اسلحه تهاجمی هستش، ولی به نوعی در روند پیشبرد ملکوت خدا اونجا میگه که دعا کنیم، نه در جنگ روحانی که حالا راجبش هفته دیگه صحبت میکنیم. زمانی که در کلام خدا ما در رابطه با کلمه خدا یا این کتابی که امروز در دست ما صحبت میشه، چون در این کلام راجع به خود این کلام صحبت شده و ادعاهایی شده که بهش خواهیم رسید، کلمه به سه نوع به نوعی تفسیر شده و برای ما بیان شده. اون کلمه‌ای که ما بهش میگیم کلمه زنده خدا، که خود عیسی مسیح هستش، که عیسی مسیح کلمه زنده خداست، که کلمه ای که جسم پوشید در یوحنا 1 میخونیم. کلمه دیگه کلمه نوشته شده خدا هستش که امروز در دست ما هستش، که اون کلمه کتاب مقدس هستش. و کلمه دیگه کلمه صحبت شده خداست، کلمه گفته شده خداست. پس سه نوع وجود داره که حالا در کلام خدا ما میبینیم، که در زبان یونانی اون لوگوس که خیلی معروف هستش که در یوحنا 1 هم میخونیم، لوگوس کلمه خدا که بعد جسم میپوشه میشه عیسی مسیح، ولی اینجا کلمه‌ای که در یونانی استفاده شده رما هستش، که به نوعی همین کلمه گفته شده خداست، که حتی خدا با اون کلام گفته شده آفرینش رو به وجود میاره که با هم نگاه خواهیم کرد. تو همین نصف آیه با هم اینجا که نگاه میکنیم، منبع این کلام رو به ما میگه که چی هستش. اگه نگاه کنی در این آیه میگه که شمشیر روح را که کلام خداست. منبع این کلام روح خداست، و شمشیر این روح، این شمشیر خود روح، یعنی از روح میاد و همون کلام هستش. کلامی که امروز ما دستمون داریم منبعش روح القدس هستش، و این روح القدس همون خدا هستش. این مهمه که ما در اول صحبتام بگیم که این شخصیتی که ما راجع بهش صحبت میکنیم روح القدس، یک خدای دیگه نیستش یا کمتر از خدا نیستش، بلکه شخص خدا هستش. پس اگه منبع کلامی که امروز ما به دست داریم روح القدس هستش، یعنی منبع و منشأ این کلام خود خدا هستش. برای اینکه ما بتونیم در جنگی که درش هستیم از این شمشیر استفاده کنیم، از این کلام استفاده کنیم، نکته مهم و اولین نکته به نظر من اینه که اطمینان داشته باشیم که این کلام از خداست. مطمئن باشیم که تمامی این کلامی که ما جلومون گذاشتن میتونیم بهش اعتماد کنیم و از خدا هستش. وگرنه اگه اینطور نباشه و ما شک کنیم که قسمت‌های این کلام حتی از خدا نیستش،
میلمون رو از دست میدیم برای تکیه کردن بر این کلام، میل نخواهیم داشت، به اون 100% نمیتونیم بهش اعتماد کنیم. میخوایم نگاه کنیم هم یه مقدار که خود این کلام راجع به خودش چی میگه، چون که کلام و کتاب مقدس در مورد خودش ادعاهایی داره. کتاب مقدس خودش میگه که مصون از خطا هستش. ما زمانی که با کلام خدا مواجه میشیم باید این رو قبول کنیم به عنوان مسیحیان که کلام خدا مصون از هر نوع خطا و از هر نوع اشتباهی هستش، و این رو خود کلام میگه. دو ادعایی که کتاب مقدس میکنه این هستش که یک، تمام تعالیم و گفته هایی که در این کلام هستش عاری از خطا، عاری از اشتباه هستش، و تمام این تعالیم و تمام گفته هایی که در این کتاب هستش حقیقت رو بیان میکنه. ما ممکنه بتونیم این حقیقت رو یک جایش رو ببینیم، بتونه برای ما کشف بشه، یه قسمت هایی ممکنه برای ما کشف نشه. دلیل نمیشه که این کلام حقیقت رو بیان نکرده. امروز قسمت هایی از این کلام رو ما میخونیم و برای ما مسجل هستش که این کلام حقیقته و کلام خداست. ممکنه همون قسمت یک نفر دیگه بخونه بگه نه، این کلام نمیشه بهش اعتباری نیست و نمیتونم بهش من 100% توکل کنم. پس یه مقدار برای اینکه ما بخوایم نسبت به کتاب مقدس و حقیقت درونش نظر بدیم برمیگرده به ما و اون قسمتی که برای ما آشکار شده، این مهمه. ولی خود کلام خدا میگه که تمام ادعای این کلام حقیقته، و در امثال فصل 3:5-6 اونجا سلیمان و کلام خدا خودش دوباره ادعا میکنه، میگه هر لغت این کلام هم پاک و مقدسه. نه فقط به صورت کلی تعالیمش حقیقت رو بیان میکنه، بلکه هر کلمه این کلام حقیقت رو بیان میکنه. این اولین نکته ای هستش که ما بدونیم که تعالیم کلام حقیقته و هر کلمه پاک و حقیقی هستش و حقیقت رو بیان میکنه. این اولین چیزی هستش که ما لازم داریم که بهش برسیم. به این نتیجه گیری باید یک مسیحی برسه که کلام خدا مصون از گناه، مصون از خطا و هر اشتباهی و قابل اعتماده، ولی اینکه من خیلی جاش رو متوجه نشم و مخالف باشم باش. قسمت دومی که باید ما نسبت به این کلام بدونیم که این کلام کامله، احتیاج نیستش که به این کلام اضافه بشه. در مکاشفه 22 ما میخونیم که میگه این کلام تموم شد، هیچ کی بهش اضافه نکنه، هر که بهش کلمه اضافه کنه یا کم کنه در روز قضاوت بر او مجازات میاد و نباید این کار اتفاق بیفته. یعنی چی؟ یعنی این کلام کامله، یک بار برای همیشه برای هدفی که قرار بوده برای ما داده شده، یک بار برای همیشه به طور کامل به ما داده شده. و ما میبینیم که خیلی قسمت های کتاب مقدس وقتی مطالعه میکنیم رسولان اشاره میکنن که شما هر چیزی که لازم دارین در این کلام هستش، داده شده برای نجات شما، که حالا راجبش صحبت میکنیم. ما باید نکته بعدی که بدونیم بعد از اینکه کلام مصون از خطاست، بعد از اینکه کامله، احتیاجی نیست کسی بیاد چیزی بهش اضافه کنه دوباره، اینه که این کلام قدرت و اختیار داره. این کلام مثل کلمات من و شما نیستش که امروز استفاده میکنیم. این کلام کلام خداست، و اگر یک روز شما یک جای هستی که 5 نفر دارن یک بیانیه رو میدن، اگه یک نفر بلند بشه و رئیس جمهور مملکت باشه و یک بیانیه رو بده، به خاطر اینکه رئیس جمهور هستش صحبتاش قدرت و اقتدار و اختیاری داره. تا ممکنه منی که هیچ مقامی نداشته باشم یه صحبتی بکنم، چون این صحبت و این نوشته هایی که در کلام هستش کلام خداست، پس قدرت داره، اقتدار داره و اختیار داره که حرفایی که میزنه به ما بهش توجه کنیم، بدونیم که باید انجام بشه. حرفای یک انسان معمولی نیستش. و نکته آخر اینه که این کلام برای ما کافیه، نه فقط کامله بلکه کافی هم هست. یعنی ما احتیاج به هیچ چیز دیگه ای نداریم. این کلام به ما داده شده و دقیقاً جوری داده شده که ما احتیاج به هیچ چیز دیگه نداشته باشیم. تمام احتیاجات ما در این کتاب وجود داره و ما به هیچ چیز دیگه لازم احتیاج نداریم. امروز برای نجات ما این کلام کافیه، برای تعلیم کافیه، برای بشارت کافیه، برای توبیخ ما کافیه، برای تأدیب ما کافیه، برای مشکلات زندگی ما کافیه، برای جان ما، برای روح ما کافیه، برای همه چیز، حتی تسلی و تشویق ما این کلام کافیه.
و کسانی که این کلام رو بتونن این طور مطالعه کنن و بهش ایمان بیارن و مطمئن باشن که مسئول از خطاست، کافیه، کامله و قدرت و اختیار داره، اون موقع در جنگ‌های روحانیشون میتونن بهش پناه ببرن. این اطلاعاتیه که مهمه. و یک آیه بسیار بسیار زیبایی در اشعیا فصل یک وجود داره که اشعیا فصل یک آیه یک و دو اینجوری شروع میشه، میگه ای آسمان بشنو و ای زمین گوش فراده، زیرا که خداوند سخن میگوید. یه شخص معمولی نیستش که صحبت کنه. اشعیا میگه آسمان، زمین به گوش باشین، چون که خداونده که داره صحبت میکنه، انسان نیستش که صحبت میکنه. و در دوم تیموتائوس 16 آیه بسیار معروفه که همه مسیحا میدونن، میگه تمامی کتب مقدس الهام خداست، تمامی کتب الهام خداست برای تعلیم، تأدیب، توبیخ و تربیت ما. دقت کنین، نمیگه که یه قسمتی از این کلام مال خداست، یه قسمت یه سری آدم حالا نوشتن، نه، میگه تمامی کتب، یعنی سر تا سر تمامی کلمات، کلمه به کلمه از خداست. وقتی این آیه رو ما نگاه میکنیم، راجع به الهام صحبت میشه که در زبان اصلی که بخوایم برگردیم به عبرانی، زمانی که خدا صحبت میکرده، خدا اون روحی که راجع به خدا صحبت میشه، که خدا طریق خدا روح جسم نیستش، اون نفس خدا میشده، اون کلامش، یعنی در عبرانی بهش میگن خدا، وقتی که یعنی روح خدا، یعنی اون نفس خداست. وقتی خدا صحبت میکنه به نوعی اون نفس خدا هستش، که وقتی که روح خدا از طریق یک انسان میخواد یک صحبتی رو بکنه، اون الهام و اون نفس خدا هستش که به نوعی میشینه روی اون انسان و اون انسان اون رو بازگو میکنه. یعنی خدا از طریق انسان کلام خودش رو جاری میکنه. کلام انسان نیستش، انسان یک ابزاریه برای اینکه بتونه صحبت خدا رو منتقل کنه و این چیزی که خدا قرار داده، و به این میگن الهام. وحی، چیزی که منشأش خداست ولی از توسط انسان خدا اراده میکنه تا این اتفاق بیفته، که ما در دوم پتروس فصل یک آیه 20 و 21 این چنین میخونیم که میگه قبل از هر چیز بدانید که هیچ وحی در کتاب مقدس زاییده تفسیر خود نبی نیست، زیرا وحی هیچگاه به اراده انسان آورده نشد، بلکه آدمیان تحت نفوذ روح القدس از جانب خدا سخن گفتند. و این رو در دوم پتروس ما میخونیم. الهام تأثیر روح خداست روی ذهن افرادی خاص برای ارتباطی مسئول از خطا، برای منعکس کردن فکر و اراده خدا. یک بار دیگه میگم، الهام یعنی تأثیر روح خدا روی ذهن افرادی خاص برای ارتباطی مسئول از خطا، برای منعکس کردن فکر و اراده خدا. این الهام به شکلی انجام میشه که چیزی که این افراد خاص میگن مستقیم خدا داره میگه انگار. پس زمانی که ما در کلام خدا میبینیم که بیش از 40 نفر در طی 1600 سال 66 کتاب رو مینویسن، از خودشون چیزی ننوشتن، بلکه تأثیری بوده که توسط روح خدا روی این افراد خاص گذاشته شده تا فکر و اراده خدا توسط این انسان‌ها بازگو بشه و ثبت بشه امروز برای ما. پس چیزی که اونها گفتن خدا گفته. جان وزلی یکی از معروف‌ترین واعظان کتاب مقدس میگه کتاب مقدس یا توسط خدا نوشته شده یا توسط آدم‌های بد یا خوب نوشته شده یا توسط فرشتگان بد و خوب نوشته شده. دیگه موجود دیگه این نداریم در کره زمین، یا خدا یا انسان، یا خوب و بدش، یا فرشته خوب و بدش. میگه اگه بخوایم بگیم که کتاب مقدس رو آدم‌های بد یا فرشتگان بد نوشتن، جور در نمیاد، چون خود این کلام داره اونا رو محکوم میکنه، خود اون کلام ضد اونا داره صحبت میکنه، پس نمیتونن آدم‌های بد یا حتی فرشتگان بد این کلام رو نوشته باشن، چون این کلام محکوم میکنه اونها رو. اگر آدم‌های خوب رو بخوایم بگیم یا فرشتگان خوب این رو نوشتن، نمیتونن، چون که در این کتاب ادعاهایی هستش که میگه این کلام کلام خداست،
میگه کلام رو خدا نوشته. پس عملا آدم‌های خوب و فرشتگان خوب دارن دروغ میگن، دارن میگن خدا اینو نوشته، در حالی که خودشون نوشتن. پس اینم جور در نمیاد، چون آدم خوب فرشته خوب دروغ نمیگه، مستقیم میگفته که اونا نوشتن. پس چون کلام خدا میگه که خدا این رو نوشته و کلام الهامی از خداست، پس آدم های خوب فرشته خوب هم ننوشتن و ما میمونیم فقط با یه آپشن و اون خداست، که خدا نویسنده این کلام هستش توسط افرادی مختلف. و نکته اینجاست که زمانی که ما این کلام رو میخونیم باید از اون اطاعت کنیم. امروز خیلی ها ممکنه بگن که اشخاصی که در این کتب ما میخونیم که به عنوان نویسنده معرفی شدن، کسانی بودن که از روح خدا بهشون پیغام رسیده، الهام شده و وحی رسیده، و ادعا کنن که روح القدس هم امروز به من یه چیزی گفته. و خیلی در خیلی بین کلیساها، بین مسیحیان این وجود داره که یک نفر ممکنه بیاد بگه که روح القدس دیروز به من اینو گفت، یه همچین فکری در من روح القدس گذاشت. 100% ممکن اتفاق بیفته، ولی روح خدا، نکته‌ای که میخوام توی پرانتز اینجا راجعش صحبت کنیم اینه که روح خدا هیچ وقت بر خلاف این کلام صحبت نمی‌کنه. یعنی اگر یک نفر امروز اومد گفتش که روح خدا دیروز به من گفته که از فلانی متنفر بشم، مشخصه که روح خدا نبوده که بهش گفته، چون در کلام خدا میگه که شما نباید این تنفر رو داشته باشی، بلکه باید محبت کنی. اگر روح خدا به یک نفر بیاد بگه که روح القدس من گفته که با این خانم غیر مسیحی من برم و ازدواج کنم، این رو روح خدا نگفته، چون در کلام خدا میگه که نباید این اتفاق بیفته. مهمه که بدونیم امروز کسانی که ادعا میکنن که از روح خدا دریافت کردن، همسو باشه صحبتی که روح خدا باشه میکنه با کلام خدا، چون که کلام خدا همان کلام روح القدسه و هیچ وقت با هم متفاوت نخواهد بود این کلام. پس امروز اگر ما مکاشفاتی داریم، صحبتهایی داریم که میگیم روح خدا کرده، نباید متفاوت با این کلامی باشه که امروز ما در دست داریم، چون وحی که امروز به این انسان ها داده شده حقیقته و این حقیقت هیچ وقت تغییر نخواهد کرد که یک روز یه چیزی بگه، یه روز چیز دیگه ای بگه. پس اگر این کلام از خداست، پس اگر ما میتونیم بهش اعتماد کنیم، نکته بعدی اینه که باید بدونیم که چون این کلام از خداست، چون مسئول از خطا هستش، چون کافیه، چون کامله و چون میدونیم که این کلام قدرت و اختیار داره، چون از طرف خدا اومده، باید این قدرتش رو بشناسیم، چون خیلی این کلام میتونه قدرتمند باشه. بعد از اینکه اینا رو فهمیدیم، باید بدونیم که این کلام خیلی قدرت داره. خدا چطور آفرینش رو به وجود آورد؟ با کلامش. خدا گفت آسمان به وجود بیاد، بنگ آسمان به وجود اومد. خدا گفت. اینقدر کلام خدا قدرتمنده. اگه خیلی دوست دارید بدونید چقدر قدرتمنده، خدا کل کهکشان همه چیز رو با یک کلمه خلق کرد. و این کلامی که ما راجع بهش صحبت میکنیم امروز، اینجا همون رما هستش که توی این آیه استفاده شده. قدرتی وجود داره در کلام خدا که ما باید اون قدرت رو بشناسیم و ازش استفاده کنیم در جنگ هایی که در زندگی داریم، در تفکراتی که تو ذهن ما میاد، وسوسه‌هایی که شیطان میکنه، اون انگیزه‌ای که ما از دنیا میگیریم و میدونیم انگیزه بدی هستش، در اون چالش، در اون مشکلاتی که هستیم، بتونیم از کلام خدا استفاده کنیم به عنوان شمشیرهای کوچک که همین رما اینجا ترجمه شده. ما ممکن امروز نتونیم شیطان رو بکشیم و کلن از بین ببریم، چون اصلا کار ما نیست، ولی میتونیم با استفاده از این شمشیر در برابر وسوسه‌های شیطان بیستیم. راجع به آیه 16 و 17 فصل دوم تیموتائوس صحبت کردیم با هم یه مقدار. اگه میشه، اگه دوست دارید با من باز کنید این قسمت رو، بیایید با هم در دوم تیموتائوس فصل 3 صفحه 1562 دوم تیموتائوس 3:16 میگه و چگونه از کودکی کتب مقدس را دانسته ای که میتواند تو را حکمت آموزد
برای نجات، برای نجاتی که از راه ایمان به مسیح است. آیه 16 میگه تمامی کتب مقدس الهام خداست و برای تعلیم و تعدیب و اصلاح و تربیت در پارسایی سودمند است. و آیه 17 میگه تا مرد خدا به کمال برای هر کار نیکو مجهز شود. 15 16 17 3 تا آیه در دوم تیموتائوس فصل 3. وقتی که ما نگاه میکنیم که پولس رو به تیموتائوس چی میگه، اولین نکته که تو آیه 15 بهش میگه، میگه قدرت این کلام نجاتی هستش که به وجود میاره. خیلی آیات وجود داره در کتاب مقدس که میگه شما نجاتتون به خاطر این کلامه. در یعقوب 1:18 میگه او چنین اراده فرمود که ما را با کلام حق تولید نماید تا همچون نوبر آفریده های او باشیم. آیه معروفی که در پتروس هستش، اول پتروس 1:23 میگه زیرا تولد تازه یافته اید نه از تخم فانی بلکه تخم غیر فانی، یعنی کلام خدا که زنده و باقی است. کلام خدا قدرت داره که ما نجات پیدا کنیم. دومین قدرتی که داره قدرتش در تعلیمه که همینجا تو آیه 16 راجبش پولس صحبت میکنه. تعلیمی که ما راجبش صحبت میکنیم و بعدش میگه که این تعلیم برای تعدیب و توبیخ هستش، خیلی نکته جالبیه. چون وقتی ما کلام خدا رو میبینیم، یه کار بزرگی که کلام خدا میکنه ما رو افشا میکنه. کاری که کلام خدا میکنه افشاگری امروز، افشاگری گناه. زمانی که ما در برابر استاندارد الهی خدا، کلام خدا میستیمه که تازه میفهمیم که وضع ما چقدر خرابه. شما ممکن امروز برید توی باغچه‌تون کار کنید، بعد دو سه ساعت احساس کنید که مثلا اینجای دستتون یه مقدار خاکی شده، کثیفم، باید برم دوش بگیرم. ولی میرین جلو آینه، تازه عمق فاجعه رو میبینید که کله، پیشونی، صورت، همه جاتون کثیفه. میگه من حتما باید برم دوش بگیرم. کاری که کتاب مقدس با ما میکنه مثل آینه است. ما ممکنه تو زندگی با خودم بگیم آره من یه مقدار مشکل دارم، من یه مقدار ممکنه وسوسه شهوت در من باشه، یه مقدار که دست من کج باشه، ولی من این اون آدمه نیستم که مثلا 12 تا زن داره، یا مثلا از اون پسر نیستم که این کارا رو میکنه، یا مثلا از قاتله نیستم. ولی زمانی که کلام خدا رو باز میکنی مثل آینه ای هستش که جلوی ما میگه نه اتفاقا تو خیلی جای دیگه هم مشکل داره. پس کلام افشا میکنه ما رو و قدرت تعلیم و تعدیب و توبیخی که در کلام هستش در قسمت افشای گناه هستش که به ما نشون میده که تو چه قسمتی ما احتیاج داریم. ولی کار کلام همینجا تموم نمیشه که فقط به ما نشون بده که ما چقدر مشکل داریم و ما رو ناامید کنه و ما رو بکوبه، بلکه بعد از اینکه ما نشون داد مشکل ما کجاست، ما رو تشویق میکنه، تسلی میده و دوباره ما رو بنا میکنه. چون هیچ وقت کار خدایی نیست که ما رو له کنه. نشون میده به ما مشکل چیه، بعد محبت و فیضش رو به ما میده و ما رو با تشویق و تسلی دوباره میخواد بنا کنه. و این یه روندیه که ما هم در عهد عتیق میبینیم که اسرائیل دوچارش بود، که اسرائیل همینطور که با خدا رابطه داشت میافتاد، خدا فیض میداد، دوباره اینا بنا میشدن. و امروز هم ما همینطور هستیم، ولی در مسیح ما باید بدونیم که قدرت کلام خدا میتونه ما رو بنا کنه و بهش میشه اعتماد کرد. سومین نکته، بعد از اینکه نجات میده، قدرت نجات داره، بعد از اینکه قدرت داره که ما رو تعلیم بده در قسمت‌های مختلف و تسلی بده، اینه که ما رو تجهیز میکنه برای انجام اعمال نیکو. آیه 17 را اگه نگاه کنید، بعد از اینکه میگه نجات، بعد از اینکه میگه تعلیم و توبیخ و همه این داستانا، میگه برای اینه که در نهایت شما اعمال درستی انجام بدید. در آیه 17 همین قسمت، کلامی که امروز ما داریم به ما داده نشده برای کوبیدن هم دیگه، داده نشده برای اینکه ما دانشمون زیاد بشه. خدا نمیخواد که ما الهی دانهایی بشیم که اطلاعات فقط داشته باشیم، بلکه خدا میخواد از طریق این کلام زنان و مردان ایمان برای خودش به وجود بیاره. یعنی میخواد این کلام بعد از اینکه نجات داد، تعلیم، توبیخ، تسلی، افشاگری، همه این کار رو انجام داد، بگه حالا از این عبور کن و تبدیل شو به زن و مرد خدا. و این در اعمال و اون رفتاری هستش که اون شخص انجام میده.
پس شمشیر روحی که ما راجع بهش صحبت میکنیم همون کلام خداست. منشأ این کلام یعنی روح خداست. کلام قدرتمنده. آیه معروفی که بعد از این قسمت میخوایم بهش اشاره کنیم در عبرانیان 4:12 هستش که اگه میشه یه مقدار برید حالا جلوتر، بیایید به صفحه 1574 عبرانیان 4:12. خیلی این آیه هم خیلی معروف هستش، میگه زیرا کلام خدا زنده و مؤثر است و برنده تر از هر شمشیر دودم و چنان نافذ که نفس و روح و مفاصل و مغز و استخوان را نیز جدا میکند و سنجشگر افکار و نیتهای دل است. آیه خیلی خیلی معروفی هستش این هم، که کلام خدا زنده و مؤثر، برنده تر از هر شمشیر، همین شمشیری که ما اینجا داریم راجبش صحبت میکنیم. یه سری چند تا نکته رو اینجا بهش اشاره کنیم. اول از همه میگه کلام خدا زنده است. این کلامی که پولس در افسوسیان 6 میگه که باید شمشیر شما بشه در این جنگ روحانی، زنده است. کلام خدا چون از خدا میاد، چون خدا خدای زنده، کلام زنده است. کلامی که وقتی ما راجعش صحبت میکنیم زنده است، یعنی در زندگی ما میتونه عمل کنه. خیلی هم موقع ممکنه ما بشینیم و این کتاب مقدس رو با هم بخونیم، ولی خیلی هم ممکنه به این حس نرسن، ولی خیلی خیلی از مسیحیان تجربه رو دارن که وقتی که میخونن انگار داره باهاشون صحبت میکنه، انگار برای همین اتفاقی که دیروز افتاد، انگار همین الان که یه اتفاقی در دنیا داره میفته، انگار اخباریه که دیروز چاپ شده. و میبینیم که این کلام زنده است و داره با ما صحبت میکنه، چون خدایی که ما امروز باش رابطه داریم خدای زنده ایه. اشعیا 48 که پتروس هم این آیه رو استفاده کرده، خیلی آیه قشنگیه. میگه علف میخشکد و گل پژمرده میشود، اما کلام خداست که تا ابد باقی میماند. این کلام خداست که زنده است، این کلام خداست که تا ابد هست. 2000 سال پیش، 4000 سال پیش گفته شده، امروز هنوز داره کار میکنه، زنده است. و نه فقط زنده است، بلکه مؤثره. تو همین قسمت که میبینیم در اشعیا 55:10-11، تمام آیات کتاب مقدس قشنگه، میگه چنان که باران و برف از آسمان میبارد و دیگر بدانجا باز نمیگردد، بلکه زمین را سیراب کردان را بارور و برومند می سازد و برزگر را بذر و خورنده را نان می بخشد، همچنان خواهد بود کلام من که از دهانم صادر می شود بی ثمر نزد من باز نخواهد گشت، بلکه آنچه را که خواستم به جا خواهد آورد و در آنچه آن را به انجامش فرستادم کامران خواهد شد. میگه کلام خدا زمانی که از دهان خدا صادر بشه هیچ وقت خالی بر نمی گرده. یعنی هیچ وقت نمیشه این اتفاق بیفته که خدا بگه چیزی بشه نشه. خدا بگه که آسمان به وجود بیاد و آسمان به وجود نیاد. میگه هر کلامی که از دهان خدا خارج میشه بی ثمر نخواهد بود. و تمام این صحبتهایی که در این کلام شده کلام خداست. پس ما میتونیم روی این کلام زندگیمون رو بذاریم. میتونیم روی این کلام اعتمادمون رو بذاریم. این کلام زنده است، مؤثر، قدرت، و امروز ما میتونیم از این تأثیر در زندگیمون استفاده کنیم. و نکته سوم میگه نه فقط زنده است، نه فقط مؤثره، بلکه با نفوذ شمشیری دو دم که جوری میبره که پوست از استخون جدا میکنه، و زمانی که میاد افشاگری کنه برای ما، زمانی که وارد مشکل اساسی انسان که گناه هستش میشه، هرچه عمیق‌تر ببره این کلام و این شمشیر، اونجا شفای عمیق‌تری وجود داره. و هر جایی که ما اجازه بدیم که این کلام در ما بیشتر کار کنه، جاهای بیشتری رو شکاف میده، قسمت‌های بیشتری از زندگی ما رو افشا میکنه و خودمون رو به خودمون بیشتر میشناسونه، و اونجا میتونه شفای روحانی باشه، اونجا میتونیم ما تغییر ببینیم در خودمون. ولی اگه اجازه ندیم این کلام در ما کار کنه، زنده بودنش رو قبول نداریم،
مؤثر بودنش رو ندیدیم و اون موقع در ما نفوذی نخواهد داشت. ولی کسانی که اجازه میدن که این کلام بیاد مثل شمشیر نصف کنه خیلی جای قسمت زندگیشون رو، اونجا اتفاقا میبینیم که مرهم میذاره خدا و تغییر به وجود میاد. همونجوری که اول صحبتام گفتم، این شمشیری که اینجا راجع بهش صحبت میشه، گفتیم کلام خداست، قدرت داره، همه جور هستش. شمشیر تو جنگ ها هم دیدید، هم دفاعیه هم تهاجمیه، و کلام خدا هم همینطور هستش، هم میتونه تهاجمی باشه هم میتونه دفاعی باشه. و این نکته که یادم رفت بگم، این نکته است که شمشیری که اینجا صحبت میشه اون شمشیر گنده ای نیستش که صحبت میشه، کلمه یونانیش اون نیستش، کلمه یونانیش یک شمشیر کوچیک هستش که مثلا ممکنه مثل حالا قمه، من نمیدونم دقیقا چقدره، ولی نیمچه قمه فکر کنم اینقدر باشه، نمیدونم، بچه دوستانی که دیدن تو محله هاشون استفاده شده، کلا چاقوهای کوچیک، چاقویی که شاید خاطرتون باشه پتروس استفاده کرد و گوش ملکس رو توی باغ جتسیمانی برید، که البته نرفت برای گوشش، رفت برای کلش، جا خالی داده احتمالا گوشش برید. این شمشیرهای کوچیکی بود که اینا میذاشتن، همیشه رومیا داشتن همراه خودشون، هم برای دفاع بوده هم برای حمله بوده. یه داستانی اومد تو ذهنم، بگذاریم. وقتی که ما راجع به این شمشیر صحبت میکنیم، مهمه که بدونیم که این شمشیر روحانی داده شده برای جنگ، در جنگ روحانی که در قرنتیان هم فصل 2 دوم قرنتیان فصل 10 پولس به وضوح راجع به صحبت میکنه که میگه ما جنگ ما به روش دنیوی نیست بلکه روش روحانی هستش. و این چیزی هم که ما راجع به صحبت میکنیم، همونش که هفته پیش هم صحبت کردیم، جنگ روحانیه. پولس به نوعی داره اینجا میگه باید ما این کلام رو، همون شمشیر رو، این کلام رو باید بدونیم. یعنی این کلامی که جلو ما، باید بدونیم چیه، و نه فقط بدونیم بلکه باید به کار بگیریم. این کلام رو ما باید بدونیم بعد به کارش بگیریم تا بتونیم در برابر دروغ‌های شریر، در برابر دروغ‌های این دنیا، در برابر صحبت‌های ضد خدا که بیرون میشه، در برابر صحبت‌های آلوده و غیر اخلاقی و حقیقی که زده میشه جواب داشته باشیم، بتونیم این صحبت‌ها رو با دانشمون از این کتاب خونسا کنیم. امروز جنگ ما جنگ خون و جسم نیست، امروز جنگ ما با کسانیه که ما رو متهم میکنن، جنگ ما با کسانیه که خدا رو قبول ندارن و توهین میکنن، جنگ ما با کسایی هستش که میان و با یک حیله و یک ترفند یک سری صحبت‌ها رو در فکر ما میندازن که شاید خیلی از ما به خاطر عدم دانش کافی از این کلام به فکر فرو بریم و فکر کنیم آره اینا هم درست میگن. اون برای اینه که ما حقیقت این کلام رو اونجوری که باید و شاید ندونی نمیدونیم و به کار نگرفتیم. در قسمت دفاعی ما لازم داریم که بدونیم. خاطرتون هستش عیسی مسیح در متی 4 زمانی که رفت در بیابان و 40 روز روزه گرفت، چه اتفاقی افتاد؟ شیطان اومد و او رو وسوسه کرد، 3 وسوسه برای او آورد و عین کلام خدا رو بهش گفت با یه مقدار تغییر. شیطان خیلی ساله که هست، خیلی بیشتر از من و شما و اجداد ما، هم تجربه زیاده هم کلام خوب وقت داشته مطالعه کرده و میدونه. یعنی دانش شیطان از این کلام خیلی بیشتر از ماست، پس از کلام استفاده میکنه همونجور که در بیابان برای عیسی استفاده کرد. گفت تو مگه پسر خدا نیستی؟ چرا پس گشنه ای؟ به این سنگ بگو نون بشه، بخور، تو نباید گشنه باشی. از کلام استفاده کرد و عیسی مسیح به عنوان دفاعی شمشیر کوچکش رو کشید و گفت همچنین گفته شده که انسان به نان زیست نمی کنه بلکه بر کلمه خدا. در برابر این حمله شخص مسیح از کتاب مقدس استفاده میکنه. قسمت بعدی دوباره به وجود میاد که میگه که برو این بالا خودتو بنداز پایین، مکتوب است که خدا نمیذاره تو پات به هیچ جا بخوره. عیسی مسیح میگه حتی مکتوب است که خداوند خدای خود را امتحان نکن، و بعد میگه که تو اگه بخوای همه دنیا رو بهت میدم، مال منه، منو سجده کن. و دوباره اونجا عیسی مسیح از کلام خدا استفاده میکنه و میگه مکتوب است که خداوند خدای خود را فقط پرستش نما. و عیسی مسیح از کتاب تثنیه استفاده میکنه و
و در این کشمکش با شریر و وسوسه هاش میتونه ایستادگی کنه. دفاع ما به نوعی همین دانستن حقیقته. کلام خدا، این انجیلی که امروز ما در دست داریم، منشأ حقیقته. ما وقتی کلام رو میخونیم حقیقت رو کشف میکنیم. در این کلام حقایقی وجود داره. ممکن یه سریشو الان کشف کرده باشی، یک سریشو هنوز نکردی، ولی این حقیقت، این کلام داره حقیقت و راستی رو میگه. و زمانی که ما حقیقت و راستی رو بدونیم، میتونیم در برابر دروغ بایستیم، میتونیم چیزایی که ضد خداست و ضد حقیقت رو بشناسیم. ولی اگه ندونیم، اگه حقیقت این کلام رو نشناسیم، آسیب پذیر هستیم. و میبینیم که خیلی از ما آسیب پذیریم تو این قسمت. میریم تو یک جمعی، یه سری صحبت ها میشه، ما به شک میفتیم، به فکر فرو میریم. در زندگی خودمون داریم یه کارهایی میکنیم که میگیم درست غلطه. یک صدایی همیشه دیدین که در ذهن انسان هست، اون میاد و ضد اون حقیقتی که در کلام هستش به ما تعلیم میده. و چون ما نمیدونیم حقیقت و راستی چیه دقیقاً، اش گوش میدیم، میگیم آره بد نیست، درسته، ادامه میدیم. ولی اگر حقیقت رو بدونیم، این راستی میتونه از ما دفاع کنه. و متاسفانه خیلی از مسیحا به خاطر اینکه این کلام رو نمیدونن، حقیقت رو نمیدونن، آسیب میبینن و دروغهای شیطان رو باور کردن. شیطان دوست نداره که ما امروز اینجا باشیم. شیطان اصلا خوشش نمیاد شما بیای کلیسا. روزی که نمیای کلیسا داره بشکم میزنه. چرا؟ چون در کلیسا کلام خدا رو میشنوید. ممکنه یک چیز اضافه شه به شما که پس فردا دست او رو تنگتر کنه. ما صحبت کردیم که شیطان یک موجودی نیستش که داره با شاخ و عصا و آتش دنبال ما را میفته. زندگی ما پر از این حملاته. افکار ما را تحت تاثیر قرار میده، احساس ما را تحت تاثیر. در دنیایی هستیم که داریم میبینیم بدی چقدر وجود داره. پس دوست نداره ما حقیقت رو بفهمیم. در کلیسا شما حقیقت رو میشنوید اگر کلیسای درستی باشید. زمانی که ما بایبل استادی ها نمیریم، یعنی جلسات مطالعه کتاب مقدس رو نمیریم، شیطان میگه هرچی کمتر بهتر. چرا ببریم؟ چون زمانی که شما وارد مطالعه کتاب مقدس میشی، دو کلمه از این کتاب رو میخونی و برای اون بده که شما حقیقت رو بدونی و دیگه برین جلو و ببینین که در چه قسمتهایی شما دوری میکنین از خوندن این کلام و چقدر آسیب پذیر هستید. این قسمت دفاعی بود. قسمت تهاجمی که ما داریم حالا با این شمشیر، در موعظه هستش، در بشارت هستش، در مشاوره ها هستش، در کلن در تمام قسمت های زندگی ما هستش که باید استفاده کنیم. در موعظه اولویت یک کلیسا موعظه کردنه. امروز خیلی از کلیساها به خاطر اینکه اعضای کلیسا کسل میشن، بیشتر دوست دارن تفریحات باشه تا کلام خدا، خیلی از کلیساها موعظه رو حذف کردن یا خیلی کوتاهش کردن، خیلی کوتاهش کردن. چون که اعضا میگن میدونی یه مقدار کوتاه‌تر شه، دو تا ویدیو ببینیم، 6 تا سرود ببینیم، بشنویم، یه تئاتری برقرار کنیم، یه بازی کنیم، یکم به مقدار سرگرمی ایجاد کنیم. ولی اولویت کلیسا، سرود خوبه، سرگرمی خوبه، پرستش خوبه، ولی اولویت کلیسا در موعظه کلامه. در تیموتائوس 2 هم همین رو میگه که پولس میگه زمانی میرسه که خیلی‌ها گوششون سنگین میشه، دیگه دوست ندارن بشنون، بیشتر دوست دارن سرگرم بشن، فلسفه ها، خرافات، این چیزها برایشون خوشمزه تره تا کلام خدا. میگه ولی تو فریب نخور، میگه همواره کار مبشر رو انجام بده و خدمت خیش را به کمال برسون. و کاریه که ما تو این کلیسا میخوایم که انجام بدیم و باشه با خدا که چقدر ما این کار رو داریم درست انجام میدیم. کاتولیکا در قرن، در قرون وسطا میدونید و شنیدید که کلن موعظه کلام رو با مراسم تشریفاتیشون جایگزین کردن. این در قرون وسطا شما وارد کلیسا میشده اینقدر مراسم تشریفاتی بود دیگه وقت نمیشد به کلام، اصلا کلام زیاد اونجا مطالعه نمیشد و موعظه نمیشد.
و از اونجا بود که دیگه هیچ ترجمه ای هم نبود در دست مردم، یه ترجمه لاتین بود و اجازه ندادن کسی بتونه تا این کلام رو در دست خودش داشته باشه و زبان خودش بخونه. ولی زمانی که پروتستان ها اومدن، دوره اصلاحات اومد، مارتین لوتر اومد و بقیه اون پاکدینان منوی اومدن، ترجمه کردن، تفسیر کردن به درست این کلام رو و در کلیساها شروع به موعظه کردن و اولویت قرار دادن و از اون موقع شد که آدم ها تونستن درک کنن این حقیقت رو و بیستن در برابر حملات شیطان. جان اوون، خیلی ها میدونین که من خیلی تأثیر گرفتم ازش، یکی از بزرگترین واعظان و شبانان میشه گفت اون دوران هستش، میگه اولین وظیفه شبان خوراک گله است، که این خوراک همون موعظه کلام هستش. و قسمت سوم در بشارته که ما دیدیم در موعظه این اتفاق باید بیفته و بعدش در بشارت کلام قدرتمنده. نمیدونم آیه‌ای که خیلی معروفه در رومیان 1:16 که مارتین لوتر هم عوض کرد، رومیان 1:16 میگه از انجیل مسیح آر ندارم زیرا قدرت خداست برای نجات هر که به آن ایمان آورد، چه یهودی چه یونانی. این چیزی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم در بشارت، قدرت در آورد ازش استفاده کنیم. ولی نکته اینجاست، نکته آخر، یکی از نکته های آخر، شنیدن همه اینا که ما الان شنیدیم هیچ فایده ای نداره اگه عمل نکنیم بهش. یعنی اگر ما نریم و این رو نخونیم فایده نداره. اگه ما 50 تا این کتابا برم بخرم بذارم تو خونم، هیچ فایده ای نداره، چون مسیح خرافاتی نیست. این قرار نیست جادو کنه که من این رو دستم داشته باشم همه روحای شریر یا هر چیزی از من فرار کنه. نه، اون چیزی که من میخونم باعث میشه. جان مکارتور، واعظ معروف آمریکایی، میگه که کلام خدا که پولس میگه شمشیره، شما شمشیر اگه بدید دست یه کسی که مهارت استفاده رو نداره نمیتونه ازش استفاده کنه. کلام خدا شمشیره و مهارت میخواد، یعنی بدونی که چطوری ازش استفاده کنی، یعنی باید بخونیش. اولین کاری که ما احتیاج داریم که بکنیم بسیار بسیار مقدماتی و ساده است، باید این کلام رو بدونیم. برای اینکه ما این کلام رو بدونیم باید چیکار کنیم؟ 40 روز روزه بگیرین، به 100 تا مستحق رو پیدا کنید، بهش 10,000 دلار بدید و هر روز ساعت 4 صبح بیدار شید دعا کنید. اصلا همچین چیزی نیست. برای اینکه شما بخواین بدونید این کلام رو، نه لازمه 4 صبح باشید، نه به کسی پول بدید، نه روزه بگیرید، فقط باید بخونید، بشینید بخونید و بخونید و بخونینش. همین تنها کاری که ما باید بکنیم اینه که ما این رو مدام بخونیم و در این خوندن هستش که خدا توسط روح خودش چیزهایی که به ما گفته، حقایقی که در این هستش، قدرتی که در این هستش رو به ما انتقال میده و ما رشد میکنیم. بعد از خوندن باید بشینیم بررسی کنیم چیزی که گفته شده، تأمل کنیم، بریم عقب بهش فکر کنیم که چی خوندیم، تفسیر دقیق که در خیلی کلیساها شاید نباشه، در طی روز بهش فکر کنید، حفظ کنید. شما زمانی که یک جای هستی، یک مشکلی هستی، اتفاق بعدی افتاده، اگر یک چیزی حفظی تو فکرتون باشه، یک تعلیم، یک آیه، اون موقع میتونید مثل شمشیر ازش استفاده کنید. پس حفظ هم خوبه، که برای کسایی که حفظ نمیتونن بکنن، مطالعه مداوم میتونه باعث حفظ شدن بشه اتوماتیک. و در نهایت تعلیمش بدین. من این افتخار رو دارم و این میشه گفت این برتری رو دارم که به خاطر اینکه باید تعلیم بدم میخونم و در تعلیم دادن خیلی آدم خودش یاد میگیره. شما تعلیم بدین، یه دوستتون رو پیدا کنید، چند تایی جمع بشید، به هم تعلیم بدید و در تعلیم هستش که میتونید این کلام رو بیشتر بدونید. بدونیم که ما شمشیری داریم ولی باید ازش استفاده کنیم. شمشیر رو داریم. پولس تو این قسمت میگه شمشیر روح که کلام خداست رو بردارید. شمشیر فراهم شده،
شما باید برش دارید و مطالعهش کنید. در جنبندی پولس در فصل 6 به نوعی بعد از این 6 تا سلاح رو به ما میگه که بپوشیمشون، به نوعی داره میگه خود مسیح رو بپوشین. خیلی جالبه. اولش گفت که کمربند راستی رو بزنید به کمرتون. حقیقت. عیسی مسیح گفت من راه و راستی و حقیقت هستم. بعد گفت زره عدالت رو بپوشید. دوم قرنتیان 5:21 مسیح میگه من پارسایی شما هستم. بعد گفت انجیل سلامتی، در افسسیان 2 خوندیم که میگه او سلامتی است برای ما. بعد گفتش که سپر ایمان را، امروز ایمان ما در مسیحه، ایمان ما مسیحه. و بعد گفت کلاهخود نجات را، مسیح دلیل نجات ماست، خود مسیح ناجی ماست. و امروز با هم خوندیم که کلمه خدا، کلام خدا را باید داشته باشیم. مسیح در یوحنا 1 میخونیم، میگه من، میگه کلمه خدا با خدا بود، کلمه خود خدا بود و کلمه جسم پوشید و بر ما ظاهر شد. پولس به نوعی داره میگه برای اینکه در جنگ روحانی پیروز بشید، به نوعی داره میگه مسیح رو برتن کنید. در رومیان فصل 13 که بارها با هم خوندیم که همه شده میخونم، خلاصه میگه که اکنون ساعت رسیده، بیدار شید، شب رو به پایان است، روز نزدیک شده، بیایید از اعمال تاریکی، بیایید اعمال تاریکی را به سوی نهیم و زره نور را برتن کنید. و در آخر میگه بلکه مسیح خداوند را دربر کنید و در پی ارضای اعمال خود نباشید. پولس میگه مسیح را بپوشید. با این جمله تموم کنیم. در پیش گفتار کتاب مقدسی که در ژنو در قرن 16 توسط پروتستان و این پاکدینان یا همون پیریتنز نوشته شده بود، این کتاب ترجمه شده، یکی از قدیمی ترین ترجمه های کتاب مقدس به انگلیسی هستش، توسط این الهیدان های فوق العاده مهم و بزرگ نوشته شده، اینجوری نوشته که کتاب مقدس نور راه ما، کلید ملکوت آسمان، تسلی ما در مصیبت ها، سپر و شمشیر ما در برابر شیطان، آموزشگاه تمامی حکمت، جامی که در آن صورت خدا را نظاره می کنیم، شهادتی بر الطاف و مرحمت وی و تنها غذا و خوراک جانهای ماست. این چیزی که در اول اون کتاب مقدس نوشته، هر دفعه که بازش می کنن میگن این کتاب، چنین کتابی که در دست ماست و امروز این کتاب رو همه ما داریم، ازش استفاده کنیم، بخونیمش و در این جنگ بتونیم در برابر حملات شریر با استفاده از این حقیقتی که در این کلام است بایستیم. دعا کنیم با هم.